سلام آقا بهمن. بله. منو فروخ خانم فرستادن. کدوم فروخ خانم؟ همون فروخ خانم که نمیتونم بالا کم، اونم دختر خاله دختر عمو فامیلتونه. آها خب. خواستم از امروز مشغول بشم. دیروزم اومدم تشریف نداشه. فروخ خانم گفته بود شما میری بیرون. من یادم نبود. الانم اگه میخوام ایراد نداره. من 20 سال قرار شد هفته دو سه روز بیام برای کار. من خدمت لازم ندارم. آقا من که سر خود نیومدم. فروخ خانم منو فرستادن. شما یه زنگ به فروخ خانم بزن. من که منتر شما نیستم. خودتون بهش زنگ بزنید. فروخ خانم آقا فروخ خانم به من گفتن شما از خارج اومدید. تنها این دستنها میخواین کار خونه رو بکنید. یه نفر لازم دارین کار خونه رو بکنه. آقا من برای خانم اسماعیلی کار میکردم. خانم اسماعیلی همسایه فروخ خانم میخوام. هفت سال من برای خانم اسماعیلی کار صداتو بیار کن. صداتو بیار کن. من هفت سال برای خانم اسماعیلی کار کردم. اشتباه فرستادن شما رو اینجا. من خانم از اینجا منو میشناسن. اونا که رفته آقا سلام فروخ جان، امروز رسیدم. آخه لازم نبود واقعا تنهایی. الو الو فروخ، یه دقیقه گوشی رو نگردم. آره اومد کلی دل بیداد کرده. راستش خیلی پر رو بود. من بیشتر به این مرد فکر کرده بودم که بتونه ایستار جا به جا کنه. آخه من اونجوری غذاخور که نیستم. آقا سلام، من بهمنم. اشتودگاد منزل سیاوش هم دیگره دیدیم. بله هر وقت که شما بگین. کجا میری تو؟ سلام آقا، من سر خود نیومدم. فرو خانم زنگ زد گفت برگردم. آقا بزنی من میارم. آقا تو خدا اگه راضی نیستیم مجبوری نباشه یه وقت. من که گفتم این خدمتکار مرد رو بیست. آقا کارگر مرد به درد کار ساختمونی میخوره. رخشوری زرشوری آشپزی که بلد نیست، مخصوصا آشپزی. بعدم من یه مدت امتحانی کار میکنم. اگه راضی بودیم میمونم. پشیمون نمیشی؟
با کف بیا اینجا کلی خورده شیشه است. دمپایی کجاست پام کنم؟ خبره خوب شد اومدم. آقا از این نون گلابی ها نخریم، من خودم صبح به صبح هر روز که میام از سر کوچه براتون سنگک میخرم. آقا این لباس کارم رو کجا عوض کنم؟ بپا اونجا موش داره. کجا؟ میگم اونجا موش داره. چرا سم نمیگیزیم؟ آقا میخواین برم مرگ موش بخرم؟ میخوام زنده بگیرمش. آخه واسه چی؟ میخوام زنده بسونمش. ای بابا چقدر ظلمات اینجا. آقا این آقای عدالله همسه همون تو کار سمپاشیه، اگه میخواین بگم یه دور بیاد سمپاشی کنه هرچی موش رو چی شد؟ نرد اینجا. چی؟ اینجیر اینجیر. خودت دیدیش؟ آره آره رفت اینجیر. خیلی خوب پس این مرشو بگیر. بگیر آقا نجیس تو رو خدا بکشین طرف پایشو بکشین قد حرف نزن. آقا برو برو برو. چی شد آقا؟ گرفتینش آقا؟ یه که مقبا برده بیا. از کجا؟ یه که مقبا با چسب موشت باش بسمونه. بله با کی کار داشتی؟ بله بله آقا با شما کار دارم. کی؟ نمیدونم یه آقایی. واسه چی بازش کردی؟ خب گفت با شما کار دارم. وقت تهران اینقدر بارون نیومده، اونم این موقع سال. هوا گرمه، دم میکنه، نفس آدم بالا نمیاد. آقا شما امروز باید یه کاغذ واسه من بنویسین چی باید بخورین، چی نباید بخورین، چی دوست داری؟ اون وقت صبحونه کی باید آماده باشه، نهار کی؟ من شما براتون میپزم، میذارم بعد میرم، خیالتون راحت. آقا اگه قرصی شربتی چیزی میخوام. آخه این همه لازمه؟ لازمه. آقا اون انباری کلی کار داره، نمیشه یکی از این اتاقا رو بدی؟ نه سختت میتونی بدی. نه سختم نیست، داستانه که نمیتونم اونها احساس جمع جور کنم. خودت میدونی امریکا هست ما نیستی قبول خواهد بشوری. یه هم باشم خواهد بشوری میخواهم گردشون کنم برم. نه ما سالون تحویل داریم برو به ما وقت نداریم برد خدمت که تحویلش میدنشم. تحویل رضا یه بچه از سونی نیست.
بسیم جو ببین این روسته که تو گفتی چکیم آقا اینا بعضیشون قیمتی هم بلکه هم عتیقه کلا سرتون نذارم دیگه میخوایم بپوشیم من خودم یه نفر آشنا دارم سرت به کار خودت باشه این جفته؟ نمیدونم هرچی کس همونه دیگه آخه ترک داره اینجوری کسی نمیخردش بذار اونا جمعش کن بذارش اینجا کارتوناشون جدا کن آقا رخشون خرابه ببخشین این مبلا خرابه به درد ما نمیخوره هر کدوم میخوای بردم این چیمونه رو ببین لبتر لبتر نمیشته بشه چی کار داری میکنی؟ میخوای خودتو به کشتن ببین؟ نمیدونم چی شد یه ها وایستاد یه ها کنین آب همه جور گرفته یه هزار صاحب پیدا میکنی بیا این بس بگیم کاری نکردم که آقا میخوام درستش کنم گفتم شاید تو شاخش بشه آقا بذار من خودم درستش میکنم بابا من درستش میکنم آقا اینا رو کی گفت بندازین تو؟ تو انباری بود گفتم بشورمش میخواد این بگم نمیخواد نمیخواد باز کار خودتو میکنم خبر بکن کارتون زنگم مثل همجد بود تو تر بود بگو مغازه جا نداریم آقای چهار تا سوکولی داره یه چی مشکم هم داره بریم نفرم برشون داره خلیبانه ها اینا جدا کن بچه ها کارتون میکنم جدا بزنم همه فرده بر ندارم بیارم نشون شیشه ها بگیر ها کنن به همه جدا کنن و از در دو درده نهارم آقا اگه کمرتون چاییده باید با یه کمربندی شالی اون کیسه رو محکم کنین ها میخواین من بیام ببندم؟ خودم میبندم بابا این مقبا چیه؟ واسه موشه دست نزم آقا یه زنگ بزنم موبایلم باتریش رفت بزن چرا گوشی رو نمیداری؟ آره خب چی شد؟ رفتی؟ نه بابا خب حالا همون به درد بزن هنو ساعت چنده؟ یه ساعت دیگه میرسی؟ آقا بعد سم آقا نامزه یاد روش افتاده چه ماشه شده خودم شما امضا زدیم آکردی؟ رفتم کوچه پرمی برگه به کدت خواهر برادرتون هست؟ مداری که برادرشون میرسه رفته سفارت رسمی بشه از کار پری راضی هستی؟ کارش خوبه میدونم فقط خیلی حرف میزنه اگه یه موقع اذیتت کرد حتما بهم خبر بده طفلکی شوهرش خیلی وقت مرده دوست ندارم چیزی بگم بقیه به کلاقه خوابده کنم که اومده است سه بار توی رسمان کسی رو انتشار آگهی میشه کسی ادعا نکنه اگه مدعی نداشت حکم انصار براست صادر میشه آقا تکلیف ما رو روشن کنید ما بریم برادر طبق اصل مدرک ماشین من دزدیده شده اینجا به نام خورده آقا سند دارم آقا مطلب شروع نکن طبق اصل مدرک بوده سند صادر شده شما رو چه حسابی آقا مشکل هم داریم مراجعه قانونی مراجعه کنید ماشین من سند دارم بفرمایید من میخوام پاسخگو باشم شما اینجا چه کاری اینجا عزیز من اصل باید خودتون حفظ بکنید به ما ربطی نداره مدرک من یادم برم خونه ما نمیای محمود میگه حتما حوصله‌اش سر میره میام که اصل جمعه خوبه میخوام برم زمین سر بزنم خانم اسماعیلی؟ بله بله تشبیه رو بردم اینجا رضا میفرمید سب و سند برابر سند جناب بهمن سپهری؟ بله او
میگفت تو طرف هفته اول دسامبر نمیتونه بیاد اینجا، یعنی که بمونه با هنو کریم از استانبول بیان. من گفتم بذار با بابا صحبت کنم ببینم تاریخ بلیتش کیه. فعلا که منتظرم، یعنی دو ماهی کار داره، اینطورم که فکر کردم نبود. نمیخوام کاری بمونه که مجبورشم دوباره برگردم. یام خونه است؟ اینجا بارونیه، هر ما خورده نذاشتم بره کیندرگاردن. اینجا بیشتر روزا بارونیه. زن خویش نفتت پروبلم، این شب آف دشتی نگشته. اشپیلش کن دوست آف دوستس فیل باید کرانک بیز واسه سو گت رونگ شدن. نهایت تو سه ماه شدن. بعدش همینم دیگه نمیدونم چجوری باید چون مصطفی میگفت یارو میخواد وسایلشو بفروشه. آره یه سن میخواست بیاد وسایلو ببین. او که پول نداره. نه بابا واسه خودش نمیخواد که. یه نفر پیدا کرده از این عتیق بازار، قرار اون واسطه شه ارزون تر بخره. این وسط یه چیزی هم گیر مصطفی بود. بیشتر تو این فکری شد عتیقه ای چیزی قاطی خرت و پرتاش باشه. چیزی به درد بخوری هم داره؟ نمیدونم. بیا بشمارش. باز خیالم راحت دو قسطیگه بدم به دهی اصد صاف. باید خوبه؟ آره خوب. این دوت ما هم که بگذره میره. اونجا نمیتونی بمونی. اسمش آشپزخونه هست. ازش بیگاریه. نه ازش پولش که خوبه. صبح تا شب با یه مش آدم زبون نفهم طرفی هواشم او داغونه، به ماه نمیکشه بر میگرده. مامانت خوبه؟ خوبه. یه چیزایی براش خریدم، میگن یکی از طرفای شابدالعظیم مرده رو زنده میکنه، مرخص شد خودم میام میبرمش. کاری نداری؟ نه حواست باشه با خودش ببردش جانم. خدا خدا فروشنده بود خبرم کن ازش خوب میخرم. باشه میگم. سعید سعید با تو هم لفتش نده بارون میگیره ها. آخر از دست اینا دیوونه میشم. حسین آقا اینا نایمدن؟ نمیدونم والا. تلی تلی چی میگی؟ تموم شده یه مقدار در کن بده سمجاب سری بیاره. باش 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 سمانه رو ندیدین؟ توران یه چند تا زنگ ظرفا رو شستی بده. ول کن این ذلیل مرده رو، پاشو ببینم بابا چه فهمه کشتنت. خب ما که قرار نشد سیامونو در بیاریم. بهتر چه اول بزرگتر و بعدش قرار نیست هر غلطی خاصی بکنی که. همین جاها شروع میشه، بعضن هزار تا قرافت دیگه در میاره، نمیشناسیش و هیچ که حریفش نمیشه. با این از اونجا بر به منو نگاه کن، برو کمک کن. نگفتم دم به دم این دختره نده؟ اینا چی آوردین اینجا؟ نمیدونم بابا گفت اینا رو بیارم اینجا پنگ کنم دیگه دیگه شد.
مرحوم فاتحه مع الصلوات با این رو حرف زدی؟ خب اصلا آنم گفتی بهش خوب میخره؟ این که مصطفی براش کار میکنی پله گنده است، جنس هم خوب میشناسه. اگه اسباب اساسیش درست حسابی باشه فکر کنم پول خوبی بهش بده. خدا گفتم یه جوری هم گفتم حرف توش نباشه، ولی انگار داری با دیوار حرف میزنی. بگه خودش هم یکی بود ازش بپرس چجوری میشه رفت اون به پسر نتونه زنش بشی؟ این نزده میرخصه ها، فردا از رو سر من پایین نمیاد. پولت سر وقت میده؟ آره خونهش مثل زندانه، مثل شکل خونه. سمانه کجا؟ بشین ببینم. مصطفی یکی اینو بگیره، دوباره اومده بزنتش. اون مرتی که این موجه دیدنش که افاره داره کجاست؟ آشقال اومده بگه مادرش جمعه دست دستان بابایی رو برداره. اونم جاله زن بچه هم واقعه اون بابایی ریخود چیه؟ من که میدونم چیه درست نمیکنم. آقا مصطفی یه چیزی میگی بابا بلند کن. تو کی بیچاره را از خونه بیرون کردی؟ دیگه چی از جونش میخوای؟ من بیرونش کردم، من انداختمش بیرون. بابا بکن، من دارم تو یه متر جا زندگی میکنم، اینو میذاشتم رو سرم. این اگه ریگی تو کفشش نیست چرا دوزه که اومد شناسته باشه؟ بابا شناستم، این منه. پیش تو چی کار میکنه؟ کار پیدا کردم شهرت با میخوام برم اونجا دارم بشه. آره ببین بابا، تو اگه کار کن بودی همینجا کار میکردی. بگه من چی کار کردم؟ خلاف شهر کردم، گناه کردم. من که میدونم چته، تا همین دو ماه پیش خرج تو زن بیچه رو تو من میدارم. تو بری خرج سر بچه منو میدی؟ تو خرج سر بچه خیلی خوب میشه. خب مثلا چرا؟ نمیده با یه چیز دیگه خوب قاطیش کن. مثلا چه؟ مثلا قهوه خوب است. قهوه خوب است. من میت بیاد. آره پری قهوه خیلی بهش میاد. آخه اینجا فقط مال من نیست، خواهر برادرم سن داره. دو تا کوچه پایین تر شما خونه دیدیم این ما رو خودتون قیمتش هم خونه، ولی خب محتاجش به درد میدونم. اگه به اوت خودم بود مشکلی نداشته، من جوان رو من بعد برم. ببینید این خونه یه چیز گلزنکی داره که یه ذره مسیجش سیاره، یه ذره گورگیراش خونه. شما فکر میکنید که خیلی در واقع اینترنتش کنه گرون قیمتی باشه، ولی واقعا اینجا واسه ما همش هزینه. شما فکر کنید کافیه ملک بغل تو بسازه، کل نور اینجا کور میشه. بعد الان با توجه به خانواده‌های الان که دو تا بچه بیشتر ندارن، ما اینجا کلی باید هزینه ریمادل کنیم. من یه خونه هم دارم اطراف خونه که باغ انار داره، یکی زمین هم هست که اطراف کرش کنیم. این خونه ویلایی که داریم میگیم، میبینیم که تحریمتی یه سری از زمینی که تو تر اتوبان افتاده. اگه شما رو سبتیش بگیم بچه میگه آمانشو در گذارم. ببین داداش اگه پایین نیایی معامله جور نمیشه. ما تاییدش همون چیزی که تو بانگو گفتی میتونیم ترکمیز کنیم. نه چای بیارم آقا؟ نمیخوام. ببخشید میشه من یکم زودتر برم؟ اگه کارت تموم شده برو. اون میگه که گفتین اطراف تهران اون باید با آقای سلیمی بری ببین. من شو خودم هنوز نهیدم. پری خدا نمیدونم. ببخشید زرخانم کجاست؟ زری خانم، زری خانم، پوشیده. زری جانم،
لباس من آزده نشد؟ عزیزم من بهت گفتم دیروز وایسا خودت باید بستم. خودم برم هنه بندونم. بستم. خوبه؟ خوب شده؟ خیلی بستنسیم. ببینم. خفم نرمیم. کجا این یقه بستنسیم؟ ببینم یه ذره باز کنم حل میشد. به چهار کنم. پشت دو لباس یه دو تا ساسون اینجا بگیره خوبی شد. اگه واسه زنه هم لباس عزیز من خانم این پارچه جنسش سفته، من هر کاری کنم هیچ اتفاقی نمیفته. وایسا بگوش این ساسون خیلی پر میزنه، آماده نمیشه لباساتا و قرم از این درست شد. ببین آه خوشگل شد. ببین آه نینه درست میکنم بعد این کاری نداره که اینه میکشی درست میشه. نشو ببین دختره چی میخواد. کی؟ همین دختره که قور میزنه. لباسش چیه مدلش؟ مدلش زهره خانم چی شد؟ منتظر درستش نمیکنی؟ خانم هزار بار بهتون گفتم بالاتنه رو از بودا برداشتین، پایینتنه رو از رو دیوار برداشتین، خواهی مدل با هم چف نمیشه دیگه عزیز من. خب جانم چی شد؟ شما یه نگاهی بینید. من نگاه آخه امروزم سرمون خیلی شلوغه، میبینی که یه گالم مشتری دارم. خیلی خوبه که من سعی کنم انگار داشتم با خانم حرف میزدم. چه انداخت رفت؟ عزیزم خوبه، من درستش میکنم. چیه این رو خوبی درست کنی؟ یه چیز دیگه تحویل من دادی. خانم آقای دوما داره میاد. اسد زنگ زد گفت نمیاد، بابت پول اتاق با من حساب داره. علی سری بیا بعد بیا این پرده ها رو جابجا کن. دیر اومدی. سلام آقا ببخشید از مترو جا موندم. همه اسبابو میبرن؟ نه همه رو جابجا کن بذارن. پول خوب دادن؟ من با آقا مصطفی همسایه‌مون حرف زدم، گفت اسب و اساس شما قیمتش بالاست. یه وقت بزخری نکنه. ببین حالا خوبه بارون نمیاد. چهار تا شکر سنی اونجاست کارتون. الو.
حواست باشه. این آقای جعفری کجا رفت؟ ماشینشو برده تعمیرگاه برمی‌گرده. علی بابا تو مکانت رو ببین. برو سر. اگه بخوای جون کار کنی قصه من تموم نمیشه. آقا الو الو گوش آقا با شما کار دارن داره خارجی حرف میزن اونجار باید بذاریم الو آقا کنم آقا کنم هر اچه آقا کتاب ها رو باید دست رو بیا دیگه تو سرده رفت بیا اینجا ببینم آقا این شمس فکرمه بله نه ما سفارش ندادیم نه بازن من خواستم پول اونجا برداشت بله آقا بله بیاریم بالا بیاریم من دو تون رو اکلا رو برگردم آره آقا دیر میان میرم دادگار و کارم تموم شد دارن قضا میارن نمیخوری؟ خواستی بری در قفل رو کلیدم بذار پشت محافظ چیه؟ لیست رو چک کنین اگه مشکلی چیزی داشت زیر شماره هست میگم لباست خونیه؟ خون دماغ شدی؟ نه کهنه است خب کار نداریم؟ نه چایی دست دخترم درد نکنه بابات نیست؟ نه رفته پیش احمد آقا؟ نه امشب میاد؟ نمیدونم اومدی عیدت؟ باش برو باش یه هفته بیشتر گذاشته هفته همینه مر نگشته معلوم نیست کجاست این دفعه هم بیاد با من طرفه شما هم دیگه این برای افتاگی نشو بفرما حالش خوش نیست نگرانشی؟ من باز خاطر بابات نیومدم اینجا هر کاری بکنی بازم میام این حرفا گفتنی نیست ولی به خدا نس کردم اگه نیره حالش خوب شد نگران مادر من بودی پا تو زندگیش نمیذاشتی به خدا میخوام ببرمش بیمارستان هر چقدرم پولش بشه خودم میدم بیادا
سامانه. برو اون بر خواهم بخوابم. دی چیه؟ چرا اینجوری میکنی؟ نکن. چرا اینجوری میکنی؟ برو اون بر خوابم میخوام بخوابم. چرا بد کردی؟ نمک زیاد خوردی باش. اینکه اصلا شام نخوردم. نکن. باده رنگ نمی کنی؟ رنگ به چه کارم میاد؟ اصلا کی منو نگاه میکنه؟ شرابی بهت میاد. برو اون بر میبینم. برو اون بر. برو اون بر میخوام بخوابم. یه نخمه ده پیداش کردی؟ آب شده رفته تو زمین. شماره شو بده فرد بهش زنگ میزنم. نمیخواد، جواب نمیده. خودم یه کارش میکنم. بالاخره خونه که میاد. فردا میرم کرج. چاید رفته باشه انبار احمد آقا که آمونده باشه گافداری. دست شما کاری بر نمیاد. پیش هر کی هم بخوای بری به گوش عباس میرسه. به سمانه که نگفتی؟ نه بابا نه. خیلی هواییش کردی. بهش گفتی یارو میخواد ببرتت خارج؟ من گفتم. میگه گفتی میخوای اونم با خودت ببری. میدونه از خودش در میاره. تقصیر تلیه هست که گذاشته این همه به دادت کنه. فکر رفتن از کلش بیرون کن. این بچه قاسیم کرده، دست خودم نیست. یه دفعه جوش میارم یه طوری میشه که نباید. این بچه خونه موندنی نیست. باید زودتر شوهر کنه بره. من که تا آخر این ماه میرم. چقدر قاسیممو حرف من اصلا این نیست. شما حق داری، تا اینجا هم خیلی آقایی کردی، ولی اگه خیال میکنی من دارم سمانه را از راه بدر میکنم به خدا. من اینو گفتم. حالا من چی کار کنم آقا؟ چه میدونم؟ من بعد بگم چی کار کنی؟ من چاره ای نداشتم. جا شما هیچکی به فکرم نرسید. همین که نمیندازم بیرون، برو خدا رو شکر کن یه روده راست تو شکمش کدومتون نیست. من کف دستم بو کرده بودم که شما شوهر صیغه ای داری. من چیکار باید میکردم؟ میرفتم همه جا جار میزدم اینو. اون روز که اومدی اینجا گفتی من بدبختم، بیچارم، ندارم، ساختمونو گذاشتی رو سر خودت، که حرفا نبود. بود کیفم کجاست؟ من دست نزدم. شاید تو اتاق کنار تختتون باشه. خود نبود تا تلفن زنگ میزد زود در میرفتی. فکر کردی من احمقم خانم؟ نه به خدا. گریه نکن، گریه نکن، جلو من گریه نکن. آقا تو رو خدا، من تو معلمون یه نفر رو میشناختم، خواستم برم پیشش، ترسیدم پسرم با خبر شه بقیه جام پول زیاد میگیره. بهانه جدیده؟ نه به خدا. میخوای منو سرکیسه کنی؟ خودش کجاست؟ خیلی نیستم. زن بچهشم بل کرده رفته گروه بگوش. حواست هست بینیم ساعت چقدر قصه سره هم کردی؟ اومدم اما، اومدم. گفتم که دکتر سی تی اسکنم تو دفترچه شما نمی نویسن. اما من دیروز تماس گرفتم، شما گفتین مشکل نداره. ببینم دفترشتون اعتبار داره؟ اعتبارش کم، اگه دکتر بنویسه ممنون میشم. سلام. 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 چند سالته؟ 54. ببین حاملگی رو من خیلی بعید میدونم، ولی کبدت مشکوکه، متوجهی؟ برای هر دوش باید آزمایش بنویسی. من هیچ وقت اینجوری نبودم. هی گور میگیرم، سنگینم.
سر بچه دوم هم همینطوری بودم، ولی خب بچه هم زیاد نمون. خب ببین، گفتم امکانش خیلی کمه. سنگینی هم که احساس میکنی بیشتر مال کار زیاد و قضاته. خانم یه چیز شیرین لطفا ببرید برایشون. من میگم محاله، ولی با این حال برای اینکه احساس راحتی بکنه برایش یه آزمایش میدیسی. راستی بهمن جان، ماشین رو تونستی درست بکنی؟ هنوز نه، خیلی کار داره. درست میشه. گربه ها بارون که میاد بیرون با نمیسن، میان تو. وضع سینه تونم خیلی خوب نیستا. سیگار زیاد میکشی؟ نه کمش. اینجا موش داره؟ با این همه گربه خیلی باید جیگر داشته باشه. این نسخه رو همین الان میبرین آزمایشگاه. وا میسیم تا جوابشو بگیر. پیام حسنی، حمید خاکی، مهناز آبادی، صندوق دارم. مش کنی دستتون؟ هلو سما، کجایی؟ کجا؟ آره همونو بگیر بیا جلو بغل گل فروشی. هر کی بپرسی نشونت میده. پلاکش ببخشید خانم، پلاک اینجا چنده؟ 209. آره آره خودشه. بیا دم در واسه تو من. آقا ببخشید. آقا من یه کار فوری دارم، باید برم. چقدر شد؟ من حساب می‌کنم. نه من خودم پول دارم. شما بگین چقدر شد. بشین اونجا، من خودم میام میرسم. اومدن دنبالم، من خودم میرم. شرمنده. دستتون درد نکنه. خانم حسنلو. نوبت من آقا من. خانم حسنلو. چند سال ساخته؟ نمیدونم، فکر کنم 40-50 سال باشه. شما باید یه وقتی میومدین که آقا اینجا باشن. قدیمی تر نیست؟ شما زنگ زده بودیم به آقا؟ ما دیگه گنگا بودیم، زنگ زدیم نبودیم. دورگیرش هم خوبه. آره ولی وسیلهاش خیلی زیاده، خفه شده. آقا اینطوری دوست دارم. اتاقا رو ببینم. تای راه رو. اینجا انباریه؟ اون اتاق منه. وا چقدر کوچیکه. پنجره قفله یا گیر داره؟
پریروز رسید. قاضی گفت مشکل خاصی نداره. منم مدارک خودم و تو و بهنوش و هر چی که بود دادم بهش. نه دیگه کاری نیست، فقط باید منتظر بشی. حالا نمیدونم میشه از اینجا برات واریز کنم یا خودم برات بیارم. از فروغ میپرسم. اوناری که خودم همیشه بهشون میدادم. پول آب و برق و تلفن و اینجور چیزا. فقط یه بار سقف پشت بوم تعمیر شده با خرج موتورخونه. میدونم. یه حقوق بازنشستگی داشت با یه مش سند. یه لحظه گوشی. کارم داری؟ یه خورده مربا و میوه است مال باغ همسایه‌مون. خب بذار اونجا دارم حرف میزنم. میشه آقا امروز یه خورده زودتر برم؟ ای کار تموم شده برو. زمینارم تازه، من خودم قرار شده با آقای سلیم برم ببینم. این ماشین بد جوری صدا میکنه، نظرت؟ نه بابا نگران نباش. حال برو یکش جا نمیره. نوکی چرخ راستش خورد کرده، باید با دو برم. ما رو به کشتن نده، اینجا کسی هم نیست به دادمون برسه. نگران نباش بهمن جا. دست دارم. احسان چند وقت پیش اومد کلی از عکس‌ها رو برد اسکن کنه. کلی هم من عکس پیدا کردم از توچال و خونه بهنوش. فیلماش هم هست. سال هاست میخوام بدم از روش تبدیل بکنم. هی پشت گوش میدوزم. از ملی هم هست؟ آره. پارک جنگلی یادته؟ با ماشین علا رفتیم. مهری هم اونجا بود، خدا بیامرز. هم خونه فریبا اینا. لیلی کوچولو بود. میدونی چرا یادم مونده؟ به خاطر اینکه یه روز با مهری رفته این کوچه بلند یه لباس خریدیم، صورتی، یه مدل، یه فرم. این پتری نگه داری زاده تو باشی. نمیشنو یعنی؟ نمیخواد بشنو. حالا کدوم بری برم؟ آدرست بود. این آدرست تو تابلوی چیزی نداری اینجا که فرق میشه بچی؟ بهمن جان به راست بپیچ. بلدی؟ نه حسی میگم. راست یعنی با مغز میریم تو در را. عجیب آدم این همه سال یه همچین زمینی داشته باشه، تو چیه درخت هم نخوره. راستی حتی کنه برای که تو دوست داری بره اینجا. اینش بارون گره چند قطعه بیشتر دید بول میشه. من میدونم امشا با اینجا بیشتر. مبادم بیپور مبادمی ساخر دلما بیانی تایلار مبارک. میرم بیرون. خواستی میری خرید زود برگرد. هستی میان بقیه کتاباره ببرم. بله چشم. آقا من که دست کلید ندارم، میمونم تا بیا. یدکی ساختم گذاشتم کنار تلفن.
سلام. واسه چی اومده اینجا؟ اومدم دیگه. برو خونه. برو خونه میگن نمیشه. نمیشه بیای تو. خب بابا بیا، من وایسادم از صبح رفتم. مگه تو نباید مدرسه باشی؟ الان مگه تو نباید مدرسه باشی؟ نداریم، برم تو خیابون. برو، میگم برو. خب بس حالا بیا تو رو ببینه ناراحت میشه. ای بابا، میگم برو دختر. دوست نداری کسی بیاد اینجا. دوست نداری، میگم برو. بهت پول میدم، برو فاست فود بخور. مگه نگفتم سر وقت وسایل نرو؟ این همه کفش خوشگل اینجا چی گفت؟ اینا دست بزنش درشو داده به تو. یار اینا رو چرا اینجا گذاشتی؟ با بردمشون مگه کولی بازی در میاری؟ برو کنار، اینا رو بزنم اینجا. همینو میدم بابات. عجب فضولی ها، لباساشو جویدن. موش خورده اینجا کنموشه، مال سنشه، دست نمازن به این حساسه. دیگه داری کلافم میکنی ها؟ مال کفش میشه. کشیدم، برو بخور. اینا رو واسه چی نگرداش؟ خب میدهد بابا. بده من، میگم برو. ای بابا، پری اینو ببین. برو ذلیل مرده. من چه تو بودم اینجور خودم میچسبونم به این یارو که چی بشه؟ ببینم از سنود که بریم اون بر گنده تر از زنگ در میزنی. مزخرف نگو، غذا تو بخور. دروغ میگم مگه؟ ماست بخور. پری خانم جون، تو که تهش بخوای منو ول کنی بری. من یارو ببین بلنده، میخوایی یه ذره کتا کنم؟ نه، لازم نیست. ابروهات کنم یه ذره نامرکبه، اگه یه ذره کتا کنی که کنم بکرد. به چند مرکبه؟ بشه بله. خواب بودی؟ بله. شام خوردی؟ بله. یه لقمه از این بخور. نمیخوام. بخور. سیرم مزهش خوبه. کاری داشتین؟
چی شده؟ چی شد آقا؟ یه امشب که سر صدا نداشتین یه لقمه نذاشتی من غذا بخورم. من بی تقصیرم، خونه کلنگیه، من خودم هم نمیدونم از کجا میریزه. کجا؟ نمیدونی از کجا میریزه؟ اینجا. اینجا اینجا چکه میکنه سخت میاد رو سر من. صاحبکار بیاد ما از اون اجازه میدیم. آقا امشب رو بگذرم فردا صبح اول وقت ندی بهش میکنی. چی میخواد؟ این استانبولی چیه؟ الان اینا رو دست بگذاری فردا صاحبکار رو به ما گیر میده. شما نیستش که قول بهتون. برو کابا هم درمیزی پاشموزا به اون چی خواهدار. این بیل آقا فردا صبح من خودم براتون درست میکنم. برای شما نیستش که آخه اینا شوهر برای اینا مسئولیت داره آخه. مسئولیتش با من. امشب نمیشه من فردا صبح بیاد پایین برای شما قاعده نمیشه. امشب باید تمومش بکنی تا صبح. آره بابا از صبح تا اینجا من بارم انجام نشده. اینجا رو امضا کنم. اینجا نه اینجا بنویس اصل باش دریافت شد. زحمت شما رو بتون آرامتون باشه. بشه خدمتون باشه افتادتون شما بشی بشی بزرش محضره میکنم بشه خدمتون کی؟ بشه خدمتون با شما صحبت من خیلی باشه. بله آقا من بهتون گفتم درخواستشون نقص داره باید اسامی برسه کامل قید بشه. سلام. ببخشید مزاحمتون شدم. پری خانم هستن؟ نخیر. رفتن؟ می‌خواستم زودتر بیام. قبلا هفته یه بار یه نفر میومد راپلا رو تمیز می‌کرد، پارکینگ و دستمال می‌کشید و از این کارا. منتها دیگه نمیتونه بیاد. آبدارچی مخابرات بوده، منتقلش کردن کرج. الان که می‌بینید اینجا چه وضعیته، گفتن تا هفته دیگه درست میشه. خواستم بگم اگه اجازه بدین پری خانم بیاد بجاش. پولش هم به دردش می‌خوره. فعلا که رفت. ببخشید کی میاد؟ پیدا شد بهش میگم. بهش بگین سه شنبه تا پنج شنبه من چهار به بعد اینجا. خداحافظ. راستی قبضای تلفن و برقتون هم دست منه، میارم براتون. جمعه هست بیام پیش خیره؟ نه نه بابا اون که تموم شد، یه ذره خورده کاری دارم. آره حالا پنج شنبه یا جمعه صبح؟ جمعه صبح. سعید نه واسه چی میگوشی؟ تو که آزار داری؟ بلاش میگم کنم چه داری میری؟ میخوام دلیه میرم شناسم اما بدم شرکت میخوام. Thank you.
آقا جعفری چهارپای حال حقه. اونایی که به درد میخوره رو ببر. برو کار. بذار لنگه اشکیش کجا نمونه. بیا. بیرونه. اینا ها گذاشتی اینجا. اینا بردار. اوفیش تراش بدونه. این قابو شبکه‌ها هم بسته‌بندی کنیم ببرینا. آقا میز و تخت و مبلمان و کتابا رو نوشتن، قیمتاش هم هست. باقی لیستم که کامله دیگه. خودریزا چی؟ خودریزا آقا جعفری گفت فردا پس فردا میایم میبریم. باش. علی بابا نشستی انو؟ منتظرم بریم سر اصل مطلب. اصل مطلب؟ راست میگی. دیدم میری سر اصل مطلب. چی هست؟ چه پول پریرا نمیدی؟ تو وکیل هستی شما؟ جواب منو بده. خودش چرا نمیاد؟ سوال منو با سوال جواب نده. یه بار بیرون. یه بار بیرون. پولشو بده من براش میبرم. حالا مگه چقدر هست؟ خودش بیاد بهش میده. بده من براش میبرم. چند سالته؟ به تو چه؟ درست حرف بزن. زنگ بزن اگه خودش گفت بد میرم بری. فکر میتونی پولشو بخوری؟ هی سر کارش گوشی بده بعد دیدی میبرم به فلان جا. مگه من مردم فکر کردی میذارم سر کارش بذاری؟ من گفتم چرا انقدر مزخرف میگی؟ بگیر برو. این که کمه. راتو بگیش برو. مگه بیگاریه؟ بیا برو. بذار روش. ببین درسته که من خیلی وقت اینجا نبودم ولی حالو نیست. زیادش کن. زیادترم کرد. درستش کن. برو بیشترم گذاشت. برو من کار دارم. بگم کمه بذار روش. برو بهت میگم. بذار روش وگرنه. وگرنه چی؟ خوب شد. خوب منم مثل تو جیغ بزنم. بگم میخواستی با هم چه کار کنی؟ آی! نه تو بگه از تو چیزی کمی هم خوردم. چی شده؟ مامانم فهمی؟ نه بابا نه نفهمی. خب اینجا یه ذره کثیفه ولی همه غذاش خوبه. آشش هم معرکه است. مهمون منی ها. پول از کجا بده؟ با زوره رفتی زد رفتی جیب آقا مصطفی؟ بابام دیگه پولاش جیب شلوارش نمیذاره. چی بگیرم؟ با میگم خودم دارم دیگه. چرا مثل بچه آدم نیومدی خونه؟ حتما یه چیزی بود گفته بیا اینجا. آش میخوری؟ نه گوشتم نیست. چرا چشات قرمزه؟ پولتو گرفتم. چی؟ رفتم دم خونش. باز چی رفتی؟ من خودم علیل بودم. تو که نمیرفتی. سر خود پاشو دور افتادی که چی؟ بعد رفتم حقتو گرفتم. یارو اونجورم که میگفتی نیست. خورده شیشه زیاد داره. من فوقش ده دوازده روز طلب داشتم. این همه نمیشه. رفتم بهش گفتم این زن بدبخت با هزار امید اومده اینجا کار کرده و تو اونجوری انداختیش بیرون. گفتم اگه پولی ندی رازشه میره ازت شکایت میکنه. تو غلط کردی گفتی. اصلا به تو چه مربوط؟ راستشو بگو چی شد این همه پولو به تو داد؟ مجبور بود. زمانه چیزی ازت خواست؟ نه. ببین درست جواب بده. من خر نیستم. چرا با من دعوا داری؟ عوض دست درد نکنته؟ خودتو به اون راه نزن. کاری داشت؟ نه. خوش ببین. خوش ببین. کجا؟ آقا دستشویی کجاست؟ پایینه. خودم میگم چه خبره؟ یعنی من نمیفهمم تو داری تو بگیم. خیلی خوب از خودم بهت میگم. من تو نفهمم چی شده بهت بگیم. بس چی دست منو میکشی؟
اینانم از من گرفتی؟ خودش داد. برای چی؟ حرف بزن سمانه. چه میدونم، من دلش سوخته. تو که گفتی شیشه خورده داره، راستشو بگو. راست میگم. کی رفتی اونجا؟ بعد مدرسه. تو که یه ساعت پیش زنگ زدی خونه، این همه وقت اونجا چیکار میکردی؟ جوش رفتم داشتم باقی اسباب از سیار میبرد، شلوغ بود، سب کردم برم. ببین سمونه، الان یکی میاد اینجا آبروزی میشه، به من بگو چی شد. بابا چی بگم؟ این کتابم خوشش اومده ازم. اذیتت کرد، هر چی بگی بشه. اصلا به تو چی مگی؟ نمیخواستی بری، رفتم پول تو گرفتم دیگه، بهونه نداشت. من که کور نیستم. این چیه؟ این چیه؟ به خدا هیچ جنر. تو فقط به من بگو چی شد این همه پول به تو داد. فقط به من بگو. میخواست حدوی آدم خوبه رو در بیاره. این نصیحت هم میکن رفت اون اتاقه پول به من بده. من به مالش رفت. من عصبانی شد، شو سرم داد زد. بابا اصلا وحشی بود، برای یه حرفایی به تو میزد. من پولش دادم، اول چشش باز بود، به هر چی استعداد کردم جوابم نداد. برم هر چی بود برداشتم و بردم. ولی چون نمیفهمم بودم،
بخور بخور از اون دیگه پلو عمر دنیا گیرت نمیاد ها عمره میلی مگه آشپزی نمیکنه الان که دم زایمان میشه زیاد نه خیلی نمیخواد سر کار باشه شوهرش کمکش میکنه نه فعلا ماموریته این یکی دختره نمیدونم خودش هم نمیخواست بدونه خیلی کار قشنگی کرده بچه نباید تنهایی بزرگ شه من همش به اینا میگم اما اصلا گوش نمیکنن بچه خواهر برادر میخواد باز مامان چشش افتاد به فامیلاش راست میگه آن تو دسترس نیست آنتا نداره تو جاده ساعت من همیشه ساعت 5 و 6 خونه بود ای بابا مامان جان امشب رفته خونه دوستاش یه روزم که بهمن اومد اینجا من باید از دست این بچه بکشم خیلی ناراحتی برم دنبالش نه بابا کجا دست درد نکنه فرم بفرم با سرچه خوردن نکنه یه باش خواب بده به بهمن بگو یه سیخ از اون من نه من گوشت یاد نمیخورم چرا؟ نمیخورم نه تعارف نمیکنم آتا کی میمونی آقا برم هنوز که بلیط نگرفتم اگه گیرم میاد هفته دیگه میرم مگه تو خونه رو فروختی؟ نه وکیل میگیرم میخوام چی لیلی باشم وکیل برای چی؟ مامان هستش دیگه مثل اون دفعه بهشون وکالت بدین برای من انجام میدیم اونوشا خونه درد و سردار کار کنیم چرا میتونم؟ نمیتونه نمیتونه تا اینجا این همه توی پنج شنبه جمعه قرار بذاریم بگم مرتضا هم با گوشت بار بذارم همه دو جمعه جمعه خوبه چه بهتر؟ اسم میگیره چند سال شد؟ 7 سال بین فوت عمو بابا 3 سال فوت هست دایی رو آخرین باری که من اومدم 94 بود و مهر اومدم خدا رحمتش کنه عشان یادم نزدیک 20 سال میشه ما موقع مدرسه میرفتم مهری چون تفریه ماهاشون کوتاه بود منم ای به بابا قول میزدم تو رو قده بذار منم ماهام کوتاه کنم من کوتاه که به تو نمیاد اون موقع شیمی درمانی میکرد محمود تو چند وقت پیش خوابشو دیدم تعبیر خواب دندون چیه؟ آدم توی خواب دندون ببینه دندون زیاد خوب نیستش چرا؟ مرگ و میر و مریضیه مگه اینکه دندون سفید تو خواب دیده باشه دندون سفید وقت تعبیرش چیه؟ تعبیرش رزق و روزی و کسب و کاره وضع ما خوب میشه پولدار میشه خواب دندون خودت دیدی فوق جون؟ نه خواب دندون مهری رو خونم بود تو خواب خونه یادم نیست اصلا اگه خون باشه خوبه خون خود باطل میکنه خیلی هم بود خیلی بله خانوما چپه او نه این از اهل صدقه هست میده رفع بلا میشه تو من صدقه هم دادم دیگه بسه حالا نمیم چرا این حرف رو زدم جمع بشخابش پره بذاریم من باز بشم بشخابت پره بکنم خودشه چیز باده دارم چیشه آه پره داره ساله دهیه خضا تو بکن خضا تو سلام چه خوشم شد گوشیم خاموش سلام خوب هستین سلام آقا بهمن سلام ببخشید ببخشید بشقام هست اینجا بشقام ببینم تو خونه بهرام بودی؟ نه تو راه بودن پس بودی یه دیر کردی آقا بذار تو تصادف شده بود تو جد تصادف؟ بله ببینم خونه رو لباس تو؟ آره یه پرایده رفته بود زیر یه تانکر سو تو خودت دیدی؟ من ندیدم اما دودش خیلی سریع به ما رسید وقتی ما رسیدیم تقریبا همشون سوخته بودن فقط تونستم ماشین عقبی 2 نفر رو بیرون بکشیم یه دختره بود که جابجا مرده بود یکی هم یه پسره بود که فکر کنم شوهرش بود داداشش بود اونم پاش از زانو قطع شده بود بدنش هم تقریبا سوخته بود من خودم هم بیرون کشیدمش انقدر خون ریزی داشت که کلشو در برد انداخت روش گفت خودش نبینه بهتره باز سگش رو میبسته شاید اینجوری بهتر بود دیگه من واقعا اصلا اونجا جاده بدیه بعدم فکر کنم موقعش مرده بود بنده خدا باشه بالاخره یک کسی بعدی کاری میکرد پاشو بهیم پاشو لباس تو در بیار ببرم بهش بابا بشه من بدم پاکش کنم من خودم میرم نه میرم او خوب باید زود پاکش جاش میرم دیگه بچم حتما ترسید یه خود مزه باشه باشه براش دگمت دگمت افتاده
دستم آره. بگیرم شد همینجا ها افتاده ما باختی؟ ما باختی ما دو تا گروه شما قصد خواب نداریم؟ مخیر کارتو داریم بازی میکنیم روشی رو نوبت بشیم چالکه تو اینه بده من